چند ماه پس از توقف مذاکرات هسته‌ای وین، اعضای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 8 ژوئن، 18 خرداد قطع نامه پیشنهادی آمریکا و 3 کشور اروپایی بریتانیا، آلمان و فرانسه علیه جمهوری اسلامی را به تصویب رساندند. اقدامی که رویترز تاکید کرده جمهوری اسلامی را خشمگین می کند. از 35 عضو این شورا 30 عضو رأی موافق و 2 عضو روسیه و چین رأی مخالف و 3 عضو دیگر هند، پاکستان و لیبی رأی ممتنع دادند. در این قطعنامه از جمهوری اسلامی به دلیل خودداری از پاسخ معتبر به پرسش‌های آژانس در مورد ذرات اورانیوم با منشأ انسانی در 3 سایت اعلام نشده، یعنی در مریوان، ترقوزآباد و ورامین انتقاد شده است. آژانس تأکید کرده هنوز مسائل پادمانی مرتبط با این 3 مکان اعلام نشده پابرجاست. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، بعد از تصویب این قطعنامه در توییتی نوشت: این یعنی کشورهایی که روی هم رفته نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند از این قطعنامه حمایت نکرده‌اند. این در حالی است که شمار اعضای 2 دولتی که به این قطعنامه رأی منفی داده‌اند، یعنی کشور اولیانوف و جمهوری خلق چین، حتی با احتساب اعضای دولت هند که بزرگترین دموکراسی جهان نامیده می شود، قطعاً نه تنها نیمی از جمعیت جهان بلکه نیمی از جمعیت کشور خود را هم تشکیل نمی دهند. بعضی مقامات رژیم ایران تهدید کرده بودند اگر شورای حکام قطعنامه ای علیه جمهوری اسلامی صادر کند، گزینه جدید ایران روی میز می آید و با آژانس تغییر رفتار می دهد. پیش از این حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، تهدید کرده بود اگر بانیان قطعنامه ضد ایرانی در آژانس روش تهدید را دنبال کنند، مسئول همه عواقب آن هستند. وی همچنین گفته بود هر گونه تلاش سیاسی از سوی آمریکا و 3 کشور اروپایی بدون شک با پاسخ متناسب، مؤثر و فوری ایران روبرو خواهد شد. یکی از گزینه‌های همیشگی که مقامات جمهوری اسلامی در شرایط مشابه روی آن مانور می‌دهند، خروج از NPT و افزایش غنی‌سازی اورانیوم تا 90% است. ساعاتی پیش از تصویب این قطعنامه، وزارت خارجه اسرائیل در توییتی با اشاره به آخرین گزارش آژانس در مورد فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی پیش‌بینی کرد که رژیم ایران به خاطر تأسیسات هسته‌ای اعلام نشده، تجهیزات آلوده به ذرات اورانیوم و مواد هسته‌ای با مکان نامعلوم در شورای حکام محکوم خواهد شد. آخرین قطعنامه‌ای که در شورای حکام علیه رژیم ایران تصویب شده بود به 2 سال قبل برمی‌گردد. هرچند با صدور این قطعنامه پرونده اتمی جمهوری اسلامی سریع به شورای امنیت نمی رود، اما می تواند زمین ساز ارجاع آن به شورای امنیت شود. در واقع شورای حکام به رژیم ایران فرصتی دوباره برای همکاری با آژانس داده است و اگر در مدت تعیین شده باز هم آژانس از همکاری تهران رضایت نداشته باشد و پاسخهای قانع کننده درباره ابهامات نگیرد، آن وقت قطعنامه‌های شدیدتری علیه جمهوری اسلامی صادر خواهد شد و امکان فعال شدن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌ها نیز وجود دارد. در این میان رویترز به نقل از چند دیپلمات نوشت این قطعنامه انتقام جویی و خشم جمهوری اسلامی را در پی خواهد داشت و پیامدهای آن
شاید به احیای برجام لطمه بزند. حالان که بسیاری از تحلیلگران معتقدند آنچه به عنوان خشم جمهوری اسلامی تبلیغ می شود فقط برای توجیه انفعال و یا مماشات غربی ها با رژیم تهران است، وگرنه جمهوری اسلامی شب و روز از اسرائیل سیلی می خورد بدون آنکه بتواند این به اصطلاح خشم را به اقدام تبدیل کرده و واکنشی نشان دهد، بلکه برعکس تلاش می کند از هر رویارویی که از عواقب آن بیمناک است دوری کند. از سوی دیگر یوسف مولایی استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران 11 خرداد در مصاحبه با وبسایت دیپلماسی ایرانی گفته بود به دلیل نفوذ واشنگتن در شورای حکام و سایه اسرائیل در میان اعضای این شورا بعید می‌دانم منطق حقوقی ایران توجیهی برای تخلفاتش از مفاد برجام باشد.